به مناسبت اربعین حسینی مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدظله در پیامی از خدمتگزاران به زائران امام حسین علیه السلام و از شرکت کنندگان در این مراسم بی‌نظیر تکریم کردند به گزارش پایگاه اطلاع دفتر آیت الله شیرازی معظم الله با تشکر از خدای عزوجل برای توفیق شرکت ده میلیون در زیارت عربعین حسینی افزودند امام حسین علیه السلام ریسمان الهی میان خالق و خلق بوده و نماد و وحدت مؤمنان، مسلمانان و حتی غیر مسلمانان و اهل کتاب مانند مسیحیان، یهودیان، مجوس و بلکه غیر اهل کتاب بوده و همه مردم در نهان خود محبت و علاقه عمیق نسبت به آن حضرت دارند و از این رو در مراسم زیارت اربعین و در دیگر شاعر مقدس شرکت می کنند. مرجع غادر با اشاره به حضور شیعیان در همه حرم های متحر معصومین علیه و السلام در کشور عراق به بهانه شرکت در این زیارت میلیونی ادامه دادند این زیارت ها آکنده از عبرت های بزرگ بوده و نشان می دهد که خدای متعال چگونه مظلومانی که به عهد خود وفا نمودند یاری می نماید معظم الله در ادامه گفتند من از زائران گرامی که از کشورهای دیگر برای اقامه شاعر اربعین مقدس حسینی به ویژه زائرانی که از کشورهای اسلامی برخوردار از آزادی نسبی روانه عراق شده اند میخواهم هرچه در توان دارند تلاش کنند و از ره گذر سیاسی دیپلماتیک مستمر فشارهای مسالمت و معدبانه به دولتها و قدرتمندان صاحب نفوذ را تحت فشار قرار دهند تا زمینه مناسب برگزاری هرچه بهتر این مراسم مقدس را برای تمامی سالها فراهم کنند. مرجعیت شیعه افزودند اینجانب نظر به وظیفه و مسئولیت شرعی که بر عهده دارم خدمت گزاران دستگاه عظیم امام حسین علیه السلام را ستوده و ضمن تشکر سمیمان از ایشان از خدای منان مسئله دارم همگی آنها را شامل توجه کامل حضرت حجت عجلالا تالا فراجا و شریف قرار داده و به برکت عنایت آن حضرت هوایج آنها برآورده و امور دنیا و آخرتشان آسان گردد مازم الله در این پیام همچنین از مردان و زنانی که در این زیارت حضور یافته و نیز از کسانی که امور اعتقادی، احکام، مسائل شرعی، آداب دینی و ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام را برای زائران بیان نموده و آنان را راهنمایی کردند، تشکر نمودند. مرجعیت شیعه همچنین از همه کسانی که در شهرهای عراق و در دیگر کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی با تشویق و آسان نمودن امور مربوط به زیارت اربعین حسینی به شکلهای مختلف نظیر تأمین حزینه ها و تهیه وسایل رفت و برگشت رایگان عهدهدار سفر زائران و حضور آنان در این مراسم شده اند، تشکر کردند ایشان ضمن اشاره به نیروهای عراقی و تشکر از رشادت های آنها از میلیونها بانوی مؤمنی که در مراسم پیادهروی اربعین با حجاب اسلامی افاف دینی نجابت و وقار شرکت کردند تقدیر نموده و از آنها خواستند تا این رفتارها را در طول زندگی خود به کار گیرند معظم الله در ادامه از تمامی کسانی که انواع رنج و سختی های سیاسی اقتصادی اجتماعی را بر خود خریدن تا زبار گرامی در راحتی کامل و احترام و آسایش باشند و از تمامی مردان و زنان با ایمانی که در نقاط مختلف دنیا پیاده روی را حمایت و راهندازی کردند تشکر نمودند. مرجعیت شیعه در ادامه با تشکر از شبکه های تلویزیونی و ماهوارهی و سایر رسانه هایی که این مراسم را در نهایت امانتداری در سطح دنیا زبط و پخش نمودهاند تشکر کرده و تاکید کردند بی توجهی نشان دادن رسانه‌ای بزرگ به این زیارت میلیونی بارسترین مصداق خزلان و بیتوجهی به دستگاه امام حسین علیه السلام و شاعر می باشد که بدون شک خشم خداوند را در پی خواهد داشت. معظم الله در ادامه با اشاره به اقدامات کسانی که کوشیدند در این حرکت میلیونی سنگندازی نموده و با ایجاد مشکلاتی از جمعیت زائران بکاهند افزودند، متاسفانه اطلاع یافتم تعدادی از زوار عزیز توسط ادهی مورد ضرب و شتم و تحقیر و حد که حرمت قرار گرفته و ادهی دیگر اقدام به باجگیری و کسب درآمدهای حرام از زائران مظلوم کردند. ایشان ادامه دادند از خدای عزوجل میخواهم که این افراد را برای جبران این اعمال موفق داشته و برای آنها روشن نماید که بر مبنای عقل و شر معموریت به شر معذوریت آور نیست چرا که این گونه جسارت ها به زائران امام حسین علیه السلام در حقیقت جسارت به خود آن حضرت است مرجعیت شیعه آیت الله عزما شیرازی مدزلو در پایان از خدای منان مسئلت کردند تا جهان را از ستمکاری های فراگیر و ستم هایی که پیامد ماجراجویی سوء مدیریت دنیا نبود حکمت و خردورزی و کارآمدی از طرف سران قدرتمند می باشد نجات دهد.